با توجه به افزایش بی سابقه عملیات های تروریستی سنی های تون رو علیه شیعیان افغانستان تحرک شیعیان برای دفاع از حقوق خود بیش از پیش شده است. انفجار اخیر مقابل مدارس دختران در کابل پایتخت افغانستان نقطه عطفی در این موضوع شد و شیعیان افغانستان را مصمم به تحرک برای گرفتن حقوقشان کرد. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. شورای آلمان شیعه افغانستان حکومت این کشور را در تأمین امنیت منطقه شیعه نشین غرب کابل ناکام دانست. این شورا بیانیه ای نیز در این رابطه صادر کرده و اعتراضات و خواسته های خود را مطرح نموده است. این بیانیه میگوید که حکومت در زمینه شناسایی عاملان حمله به غرب کابل که عمدتا شیعه نشین است اقدامی نکرده. این شورا گفته حکومت افغانستان برای شفاف سازی، روشن ساختن عامل اصلی رویداد و مشخص کردن وضعیت برخی از افرادی که ناپدید شدند تا کنون اقدام موثری انجام نداده و برای درمان زخمی ها نیز رسیدگی لازم صورت نگرفته است. این شورا افزود طی سالهای گذشته حملات زیادی با هدف نسل کشی به جامعه هزاره و شیعه افغانستان در غرب کابل انجام شده اما حکومت در جلوگیری از این حملات ناکام بوده است. در بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان همچنین آمده که با توجه به تهدیدات امنیتی نهادهای امنیتی باید طرح حفظ جان شهروندان را تدوین و اجرایی می کردن. اما نه تنها این کار را نکردند بلکه به نظرات کمیسیون هماهنگی امور امنیتی نیز اهمیتی ندادهاند. شورای علمای شیعه افغانستان همچنین عنوان کرده که هر چند پس از حمله تروریستی به مدرسه سید و شهدا علیه السلام انتظار میرفت که تغییراتی در احساس مسئولیت و رفتار حکومت نمایان شود اما دیده می شود که آنها به پرسش های مردم و ابهام های موجود در جامعه پاسخ نداده و هیچ اقدامی در راستای اجرای خواسته خانواده قربانیان صورت نمیگیرد. شورای علمای شیعه افغانستان در ادامه از حکومت خواسته تا به گونهای جدی در زمینه شفاف سازی حمله به مدرسه سید و شهدا علیه السلام اقدام کرده و برای مثال ابهام هایی مثل سرنوشت نامشخص شکریه دانش آموز 20 ساله را رفت و عامل آن را افشا و مجازات کند در ادامه این بیانیه آمده حکومت باید در راستای تامین امنیت هزارها و شیعیان اقدام فوری کرده و طرحی که از سوی کمیسیون هماهنگی امور امنیتی تهیه شده را اجرایی کند اگر این طرح مفید نبود نهادهای امنیتی هر چه زودتر طرح موثر دیگری را تهیه و اجرایی کند قرب کابل در سالهای اخیر شاهد حملات خونین به مراکز آموزشی بیمارستانها مکاتب و حتی سالن‌های عروسی بوده است که در نتیجه این حملات هزاران شیعه غیر نظامی به شهادت رسیدند. با این حال سرور دانش معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفته که برای تأمین امنیت مناطق مرکزی و غرب کابل که عمدتا شیعه نشین است اقدامات جدی را در دست اجرا دارد. به گفته او یک طرح برای تأمین امنیت غرب کابل در مشورت با مردم آماده شده و به رئیس جمهور افغانستان ارائه شده است.